و کارزار بین المللی فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی دولت وفاق ملی لیبی یک کشتی ایرانی رو در بندر مصراته توقیف کرده. محموله کشتی باربری شهر کرد با 144 کانتینر تحت پوشش سپاه پاسداران وابسته به خطوط کشتیرانی که شنبه گذشته بندر بورگارس در بلغارستان رو ترک کرده به حکم دادستان کل لیبی قرار مورد بازرسی قرار بگیره. کشتی که مورد تحریم ایالات متحده و اتحادیه اروپا است و رسانه‌های نزدیک به خلیفه حفتر مدعی شدند حامل اسلحه و مهمات قاچاق بوده. مدیر عامل کشتیرانی ایران توقیف اون رو تکذیب کرده. نیاز پالایشگاه‌ها به نفت خام سنگین ایران و ونزوئلا علارغم تحریم‌های آمریکا بازار جهانی را متلاطم کرده. به گزارش رویترز، چین به دلیل نیاز شدید به نفت سنگین احتمالاً تحریم‌ها را نادیده بگیره و حتی واردات نفت خام خود را از 600 هزار بشکه به 1 میلیون بشکه افزایش بده. البته از سوی دیگه مدیران شرکت‌های بزرگ نفتی با توجه به اعلام آمادگی روسیه، عربستان و امارات برای افزایش تولید بعید میدونن قیمت تهران و کاراکاس باعث افزایش آنچنانی قیمت طلای سیاه بشه. بلومبرگ امروز در آخرین گزارش خود آورده ترکیه در نظر داره سفارش‌های نفتی خود رو از عراق افزایش بده. پیشتر اعلام کرده بود آنکارا قصد نداره نفت ریاض و ابوظبی رو جایگزین نفت تهران کنه. آیا تلاش آمریکا برای به صفر رسوندن صادرات نفت جمهوری اسلامی عملی میشه؟ موضوعی که بیشتر با دکتر فریدون خاوند اقتصاددان و استاد دانشگاه مطرح کرده. ببینید، به صفر رساندن کار ساده‌ای نیست و در این زمینه میشه تردید کرد مگر اینکه دولت آقای ترامپ اقدامات خیلی حاد و شدیدی رو علیه ایران به اجرا بگذاره، چون به هر حال ایران 15 مرز آبی و خاکی داره و در دور زدن تحریم ها یک سابقه 40 ساله. ولی بر اساس تمام ارزیابی های محافل کارشناسی بین المللی این احتمال که نفت ایران صادراتش به شدت سقوط کنه و برسه مثلا به مرز 500 هزار بشکه در روز، این احتمال بسیار زیاده و اگر چنین اتفاقی بیفته برای ایران کار سخت میشه، چون که در بودجه سال جاری 1398 قرار شده که ایران در نظر گرفتن که ایران هر روز 1.5 میلیون بشکه نفت صادر بکنه و اگر 1 میلیون از این مقدار کم بشه، ایران از نظر وضعیت اقتصادیش و دولت به خصوص از نظر کسری بودجه با شرایط بسیار دشواری روبرو خواهد شد. در چنین شرایطی آلترناتیف های ایران چه خواهد بود با توجه به کاهش عمده درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی؟ ببینید، امکانش هست که دولت بتواند از طریق تصمیم گرفتن های دشوار بخشی از این کسری ناشی از صادرات نفتیش رو جبران بکنه، مثلا بیاید یارانه های نقدی رو قطع بکنه یا قیمت بنزین رو به شکل چشمگیری بالا ببره و همینطور قیمت سایر عامل های انرژی مثل گاز و برق و غیره. ولی در شرایط فعلی با توجه به وضعیت بسیار دشواری که مردم در اون سر میبرن، گرفتن چنین تصمیم هایی اگر غیر ممکن نباشه بسیار دشواره. به همین علت هست که من تصور میکنم دامنه مانور دولت روحانی در شرایط کنونی، در صورتی که واقعا صادرات نفتی ایران به سطح 500 یا 400 هزار بشکه در روز سقوط بکنه، بسیار بسیار این دامنه مانور کمه. جناب دکتر، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که تورم ایران 50% دیگه افزایش پیدا خواهد کرد در سال جاری. سال 98 رو با این حساب از حیث اقتصادی چطور میشه پیش بینی کرد؟ چطور سالی خواهد بود؟ به نظر من، و من در این نظر تنها نیستم، این دشوارترین سال اقتصادی ایران خواهد بود دست کم بعد از پایان جنگ ایران و عراق. 50% که صندوق بین المللی پول به اون اشاره میکنه، حتی محافل اقتصادی داخلی و بعضی از اقتصاددانان مستقل از این سطح هم فراتر میرن و تازه این تورم میانگینه، تورم نقطه به نقطه سال گذشته است 50% هم بالا رفته بود و در این صورت در سال جاری به بالای 70-80% میرسه. و همینطور که میدونین در این گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که تولید ناخالص داخلی ایران هم حدود 6% سقوط خواهد کرد، یعنی منهای 6 خواهد شد، منفی منهای 6 در سال جاری. بنابراین
سال بسیار بسیار دشواری از لحاظ اقتصادی در پیش است. ممنون از توضیحاتتون جناب دکتر.